رمضان در کنار ماه محرم یکی از واقعا تاریک ترین ماه ساله به خاطر اینکه اولا که افراد مجبورن روزه بگیرن و کسایی که نمیخوان روزه بگیرن در با فشارهای روحی فیزیکی و حتی بازداشت و غیره مواجه میشن و واقعا یه تاریک این ماه برای خیلی ها. آره و این که میبینید توی کشورهای مختلف بستگی به قدرت و نیروی جنت اسلامی اگه در قدرت باشن با زندان و شکنجه و شلاق و تو بعضی کشورها مثل سودان من روز نگرفتن و غذا خوردن به عنوان مخالفت با اسلام و مرتد شناخته میشه و آدما اعدام میشن تو سودان مثل مناطق داعش هم دقیقا این, این میکنه آره می که یه اسپکتروم و یه رنگی کمانی از انواع اقسام تنبیه ها جنت اسلامی اونجایی که قدرت دارن و اونجایی که قدرت دارن سعی میکنن با بحث این که احترام, احترام بذارین. چیز نکنین کسایی که روزه دارن بهشون احترام بذارین شما هم غذا نخورین و در واقع یک در واقع شیوه و روش اینه که کسایی که حتی مسلمون نیستن رو به تسلیم دارن و اهمیت داره که در برابر این کار تمام کسایی که حق آزادی انسان رو برای زندگی معمولی به رسمیت میشناسن در واقع مقاومت کنند و به شکل علنی در مقابل این باشن تو جامعه ایران هست روزخاری خیلی مهمه تو جامعه ایران هست تو کشورهای مختلف شروع شده و با یک بحث مهمی توی دنیا اینه که حق مردم برای غذا خوردن حق مردم برای آسایش بدون شکنجه دقیقا معلومه معلوم آدم ها حق دارن روزه, روزه بگیرن اگر میخوان ولی این یه مسئله شخصیه اینکه آدما به خاطر اینکه روزه خاری بیان بازداشت بشن اذیت و آزار بشن حتی توی اروپا کسایی هستن که مثلا حالا دارن فارسی و عربی حرف میزنن آدمای محجبه میان بهشون میگن که شما پس روزه چرا نمیخورین چرا خاری دارین میکنین اصلا به تو چیه من چی میخورم چی نمیخورم آمد. و به نظرم این مهمه که از این اصل دفاع کنیم که آره حق هر که حق خودشو داره و این جدا از اینکه خیلی چیز ناسالمه سالمه. میشه دید که تاثیراتش خیلی منفیه توی سطح جامعه مثلا مثالهای مثال های زیادی هست یه دکتر مثلا توی هند اجازه داد یه کسی بمیره به خاطر این می میگفت من روزه دارم میگیرم و نمیخوام دست بزنم به این کارگری که زیادی کثیفه و نمیخوام روزم رو بشکنم از, از این کارها توی کشورهایی که اسلام زده است فراونه توی عربستان مقدار خیلی زیادی جرائم رانندگی زیاد شده بخاطر اینکه آدما عصبانی ان قضا نخورن برای ساعت های مختلف تو اون گرمایی رو که تو عربستان سعودی وجود داره دعوا و کتککاری فراون <تصفح> <ده خاند. تصفح> توی یا مثلا تو فلسطین گفته بود یه قاضی گفته بود که من اجازه نمیدم طلاق تو این ماه صورت بگیره به خاطر اینکه آدم ها گرست نشونه تصمیه اجتماع میگیرن ولی توی جاهایی رو که جنات اسلامی نیروی دولتی ندارن جدا <تص> از <Lauren> اینکه اونا رو باید محکوم کنیم و به شکل علنی تو جوامع خیلی کشورهای مختلف شروع اعتراضات شروع شده تو <تص> ایران <ågu> در تا <تص đến> توییتر <تص تص> و اینکه چرا مردم حق دارن غذا بخورن و اسلام و اسلامیت نباید تو زندگی مردم دخالت بکنه فراونه هم. توی تونس فر بازداشت میشن آدمها. بله. مثلا تو تونس چهار نفر بازداشت شدن برای یه ماه زندانی و تو ایران هم همیشه هر... هر ماه هست این اتفاق و فکر کنم توی تونس که یازده همه جو، جوان، این ما هفته دیگه یه تظاهرات هست در دفاع از روز خاران و ما هم توی لندن مثل سال گذشته تظاهرات داریم میذاریم جلوی سفارت های مختلف عربستان سعودی مصر همه جاهایی که تونست جاهایی که روز خاران رو میگیرن جمهوری اسلام ایران سفارت خونه هاشون داریم روز خاری میخونیم شراب میخوریم و غیره همبستگی با کسایی که تحت دقیقا. فشار دقیقا. و زندگیشون رو سیاه کرده جمهوری اسلامی و جنات اسلامی و اهمیت داره که به شکل علنی دقیقا. در سطح جامعه حق مردم رو به رسمیت شناخته بشه و این داره رشد میکنه جنبش قوی روز خاری علنی مهمه که ازش دفاع کنیم, و فقط یه چیزی به بینندگان بگم سال پیش که رفته بودیم جلوی سفارت خونه ها که روز خاری کنیم تنها سفارتی که پلیس رو صدا کرد جمهوری اسلامی بود و وقتی که پلیس اومد بهشون گفتم که مگه بهتون چی گفتن که یه سری آدما اون بیرون وایستادن دارن قضا میخورن جلوب. و شراب میخورن ا... انگار اینکه مثلا تو انگلیس هم این جرمه که جا... جالبه و این که... این به نشون میده که عمق توحش قوانین اسلامی چقدر سطح عمومی زندگی مردم رو سیاه میکنه زنده با در و در زنده همبس... با روز خاران و همه کسانی که در همبستگی با کسانی که تحت فشار و شکنجه و تنبیه جنات اسلامی توی سراسر دنیا هستن مم. زنده با.